در زندان زنانه کابل در پشت دیوارهای بلند و دورافتاده این زندان بیشتر از صدها زن به جرایم مختلف مبعوثند. سلام و وقتتان بخیر، به یکی دیگر از ویدیوهای آزاد میدیا خوش آمدید. در این ویدیو میپردازیم به ماجراهای زندان زنانه در کابل. با گزارش بی بی سی فارسی با زنان زیادی مصاحبه کردم که هنوزم در حبس به سر می برند. از این جمله چندین تن به اتهام جرایم اخلاقی دستگیر شدند و دادگاه پرونده هایشان را فیصله کرده و آنها را به حبس های کوتاه مدت و بعضی ها که جرایم حالات مشدد چند جرمی داشته و با شراب نوشی و سایر جرایم دیگر همراه بوده را به حبس های طولانی محکوم کرده است. این زنان در جامعه نیز محکوم به مجازاتند که زن بودن به خودی خود در آن جرمی است که از بد و تولد در پی داشته است. اکنون که پشت میله های زندان در دور افتاده ترین قسمت کابل در سلول های پرنم با بوی مشمعز کننده به سر می برند، این زنان دیگر مایه ننگ خانواده ها شده و به دامان آنها لکه بزرگ شده اند. زنانی که با آنها مصاحبه می کنم از 18 سال الی 40 و چند ساله اند. بی پروا و خندانند، اما در پس آن نگاه های خندان دردهایی است از عمیق و جانگداز. چیزهایی که شنیده شده، اظهارات گرفته شده، پرونده هم نهایی شده، تنها نویت جرمی است که مرتکب شدند. نه از این که این زنان تحت چه شرایط و کدام مجبوریت ها و نارضایتی ها تن به این اعمال بنابرای قوانین و شریعت محکوم شدند. از این میان دختر زیبا و خیلی جوان 18 سال دارد. چند ماهی است به جرم نوشیدن شراب و سکس دستگیر و به چند سال حبس محکوم شده است. سکس در قانون مدنی افغانستان زیر نام زنا تعریف شده و در ماده 643 آن را عمل جرمی تعریف کرده است. جرمی که مطابق این قانون برای زنانی که متأهل نباشند و از جمله حدود شرعی نباشد طبق ماده 644 به مدت حبس متوسط تا 2 سال محکوم می‌گردند. و در مورد حکم نوشیدن شراب، ماده 684 کد جزای افغانستان صراحت دارد که هرگاه در جرم نوشیدن شراب شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا اسباب دیگر حد شراب ساقط گردد، مرتکب تعزیرا به بدیل حبس یا جزای نقدی از 10,000 تا 30,000 افغانی محکوم می گردد. این دختر 18 ساله حاضر به مصاحبه نیست و با کنایه گفتن دیگران را نیز که برای مصاحبه نزد من آمدند زیر سوال می برد و می گوید دیگر این مصاحبه ها به درد او و همقطارانش نمی خورد. خشم و عصبانیت او را درک می کنم. بودن در زندان و دستگیر شدن توسط نیروهای امنیت ملی و فرستادن به معاینات نسایی روح معصوم دختر را سرکش کرده و او را به زن خشمگین مبدل کرده است. به او لبخند می زنم، اما لبخندم را با ماسک محافظتی و عینک های آفتابی متوجه نمی شود. به آرامی می گویم می تواند خاطرش آسوده باشد، چون او را به دلیل این که در زندان است و چه جرمی را مرتکب شده قضاوت نمی کنم. آرامتر می شود و با خوشبینی همراه با شک نزدیک می آید و از توهین و تحقیر توسط نیروهای امنیت ملی می گوید. حالا در مورد گذشته، دردهایش و اهانات و تحقیرهایی که متحمل شده مفصل می گوید. از لحاظ حقوقی، مجازات مجرم به قصد اصلاح و تربیت مجدد مجرم است، اما او می گوید کافی است از بند آزاد شود، بعداً به حق نیروهای امنیت ملی که او را دستگیر و راهی معاینات نسایی کردن می رسد. از آن سرکشی چند دقیقه قبلش خبری نیست، به خالکوبی های دستش خیره مانده و همچنان از عشق می گوید که در دامش افتاده و راهی زندان شده است. دختر دیگری در کنارش است، گاهی به حرفای او می خندد و گاهی هم بین حرفای او می پرد و می گوید این قسمت داستانت را برایم نگفتی، اما خودش درگیر عشق ممنوعه شده که پایش را به اینجا کشانده است. دادگاه 5 سال و 1 ماه حبس برای او حکم کرده است. می گوید عاشق شوهر عمه‌اش شده است، پا به فشار بر عشقش تأکید می کند و می گوید در این عشق گناهی ندارم، چون شوهر عمه‌ام قبل از ازدواج با عمه‌ام با من رابطه عاشقانه داشت.
حالا که خدا او را زده رفته با عمه هم ازدواج کرده است، آنها بعد از سپری شدن 1.5 سال از عروسی با عمش با هم فرار کردند. بعد از فرار هم خودشان را به پلیس تسلیم کردند و این هم از سرنوشتشان هر دو در بند. سرنوشتی که برای آن هیچ گونه پشیمانی ندارد و میگوید پای این عشق همان گونه که نام او را با جملات دوست دارم بر قسمت بند تا بازوی دستم با آن همه درد بدون بی‌حس خلقوبی کردم استادم. اما با ترس میپرسد از حبس که بیرون شود چه میتواند؟ قانون بر این عشق چه حکمی دارد؟ از اینکه نمیخواهم برایش انرژی منفی انتقال بدهم او را میبینم و لبخند میزنم، اما سکوت میکنم. از سکوتم جوابی را درک میکند و میگوید میدونم نمیشود، اما حالا این اتفاق دیگر افتاده است، مانند تیری که از کمان رها شده است. مطابق قوانین افغانستان و فقه حنیفی، ازدواج با شوهران عمه، خاله، خواهر و برادر شوهر در حین حیات و موجودیت رابطه زوجیت این اقارب مجاز نیست. حتی اگر بعد از افشا شدن این رابطه یا عاشقانه شوهر عمه از عمه‌اش جدا شود و رابطه زوجیتشون از هم بباشد، با آن هم مجازات این نوع رابطه در ماده 644 بند دوم کد جزا پیش بینی شده و از حالات مشدد جرم به حساب می آید. مرتکب زنا با معارم دائمی یا موقتی، آمر و یا مربی و اشخاصی که به نحوی از اینها بر هم نفوذ دارند به حبس طویل تا 7 سال محکوم به مجازات می گردند. دختران زیادی مثل او در توقیفخانه پلچرخی به سر می برند و همچنان در محبس. دخترانی که حالا دیگر در جامعه و نزد خانواده هایشان منفور و مایه آبرو ریزی شدند. اما از دردهای آنان، سختی ها و پشیمانی و دلایلشان هیچ کسی نپرسیده و درک نکرده است. دخترانی که به جرم سکس، معاشقه و رابطه نامشروع دستگیر و در بند افتادند. این دختران در این انزوا و تنهایی تلاش دارند برای خودشان حال خوب هدیه کنند و دشواری های این روزها را با خالکوبی نام های معشوق، با قلب های تیر خورده و ستاره و مهتاب شنیدن آهنگ و جمع شدن دور هم، هر رده سینی تقریبا مشابه کم کنند. در گوشه دیگری از توقیفخانه پلچرخی زنانی را دیدم که هر کدام به 3 و 4 کودک دور هم جمع شدند. یکی موم بافت و دیگری قرآن می خواند. یکی هم که کودک کمتر از 1 سالش را که چند روز پیش سوخته به آغوش گرفته و می خواهد آرامش کند. هین این آرام کردن زمانی که به چهره سوخته کودکش چند روز قبل سوخته و سوختگی عمیق در قسمت سر، پیشانی و چشمانش دیده می شود، از یک سو و از سوی دیگر برای آینده نامعلوم این کودک می نگرد. اشک می ریزد. نزدیکتر می روم. گروهی از زنان با امید این که پیام از تخفیف برایشان آورده باشم دورم حلقه می زنند. بعد از مصاحبه با چند زن دیگر که به اتهام قتل، اختطاف، مواد مخدر و جرایم جنایی دیگر محکوم به حبس شدند تمام می شود. اما آنچه که ناتمام می ماند و در تمام را به آن فکر می کردم، جامعه ای است که این زنان در آن به مجازات محکوم شده و بعد از رهایی هنوز هم بنا به عرف و سنت های منفور به آن کودکان بیگناه نیست که در مکتب و کوچه و بازار به دید منفی و سرد نگریسته می شود. سپاس از این که تا آخرین ویدیو ما را همراه بودید.